سرخط خبرها. اولین واکنش تلافی جویانه ایران برای انتقام خون محسن فخری زاده. خبرهای تکان دهنده جدید برای جمهوری اسلامی. حکم 20، 18 و 15 سال حبس برای چند مقام بلندپایه ایرانی در بلژیک. و واکنش‌های جهانی به ترور محسن فخری زاده عضو ارشد سپاه پاسداران. به کانال ایران خوش آمدید. مأموریت ما گسترش ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک در میهنمان ایران است، برای ارائه آنچه که بسیاری از مخاطبان ما به آن دسترسی ندارند، یعنی اخبار سانسور نشده. کانال ایران اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول خبرنگاری حرفه‌ای ارائه می‌کند. خواهش می‌کنیم قبل از تماشای اخبار کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به هرچه بیشتر دیده شدن اخبار بدون سانسور ما کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. نامه ایران به سازمان ملل، نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در ترور فخری زاده. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیر کل و شورای امنیت این سازمان گفته است نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در ترور محسن فخری زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. وی همچنین بر حق تهران برای اقدام تاکید کرده است. به گزارش رویترز، مجید تخت‌روانچی در این نامه تصریح کرده است ضمن اخطار به ایالات متحده و اسرائیل در انجام اقدامات ماجراجویانه علیه ایران، به ویژه در دوره باقی مانده از دولت فعلی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم در دفاع از مردم و تامین امنیت خود محفوظ می‌داند. محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، در روز جمعه 7 آذر ماه در منطقه آبسرد دماوند مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد. سفیر ایران در سازمان ملل همچنین از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت، خواسته است ترور محسن فخری‌زاده را محکوم کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل پیش از نامه مجید تخت‌روانچی در واکنش به ترور این مقام برنامه هسته‌ای ایران خواهان خویشتنداری شده و گفته است میبایست از هر گونه اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه می‌شود خودداری کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز اسرائیل را مسئول کشتن محسن فخری‌زاده دانسته است. حسین دهقان، مشاور علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی، هم با انتشار توییتی گفته بود همچون صاعقه بر سر قاتلان محسن فخری‌زاده فرود خواهیم آمد و از کرده خود پشیمانشان می‌کنیم. امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، هم در خصوص چگونگی کشته شدن رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع گفته است محسن فخری‌زاده امروز در یک سفر در اطراف تهران مورد هدف یک عملیات تروریستی قرار گرفته و تیم حفاظت ایشان در این عملیات درگیر شدند و متاسفانه ایشان و 2 نفر از همراهان زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. اما متاسفانه کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و آقای فخری‌زاده درگذشت. وزیر دفاع ایران اضافه کرده است بر اساس گزارشاتی که از تیم همراه ایشان در صحنه داریم، ابتدا خودروی حامل ایشان مورد هدف تیراندازی قرار می‌گیرد و بعد از لحظات خودروی نیسان حامل مواد منفجره در نزدیکی ایشان منفجر می شود و همزمان نیز تیراندازی انجام می شود. محسن فخری‌زاده 62 ساله مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایران است که در حیطه مواد منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهک‌های جنگی فعال بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1390 در گزارشی نوشت کلیه فعالیت‌های آماد به شکلی تقریبا ناگهانی در اواخر سال 83 به حالت تعلیق درآمد و محسن فخری‌زاده نیز از نظرها پنهان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا محسن فخری‌زاده را به دلیل فعالیت‌هایش در آماد مورد تحریم قرار داده بودند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز زمانی که اعلام کرد ماموران موساد اسناد اتمی ایران را دزدیدند، از محسن فخری‌زاده به عنوان مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران یاد کرد.
ترور محسن فخری‌زاده تقریبا مصادف با سوء قصد به دو دانشمند هسته‌ای ایران در 8 آذر ماه سال 1389 است. در یکی از این حملات دکتر مجید شهریاری، استاد فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین محقق جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی زمانی که به همراه راننده و همسرش به سمت دانشگاه در حرکت بود، در حوالی میدان ارتش در اثر انفجار بمب کشته شد. دادستان آنتورپ خواستار 20 سال حبس برای اسدالله اسدی و 15 تا 18 سال زندان علیه سه همدست او شد. دادستان فدرال بلژیک در کیفرخواست خود در برابر دادگاه آنتورپ، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین را به اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی و مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی متهم کرد و علیه او خواستار 20 سال زندانی شد. اسدالله اسدی به گفته دادسرای فدرال بلژیک در پوشش دیپلماتیک مأمور وزارت اطلاعات ایران است و بر اساس تحقیقات قضایی در بلژیک سازمان دهنده طرح خونسا شده بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است که در سال 2018 برگزار شد. دادستان برای سه همدست او که همگی دستگیر و در بلژیک در بازداشت به سر می‌برند 15 تا 18 سال زندان تقاضا کرد. دادستان فدرال بلژیک بر اساس تحقیقات قضایی انجام گرفته در چند کشور اروپایی اسدالله اسدی را هماهنگ کننده که طرح تروریستی بمب‌گذاری در اجتماع سازمان مجاهدین خلق دانست و از همین رو علیه او حداکثر مجازات قانونی پیشبینی شده در این باره را تقاضا کرد. اسدالله اسدی 48 ساله در روز اول ژوئیه در آلمان دستگیر شد و در اکتبر همان سال در اختیار دستگاه قضایی بلژیک قرار گرفت. بر اساس تصاویر نشان داده شده در جلسه دادگاه، او در روز 28 ژوئن 2018 در حالی که با کلاه حصیری بر سر و دوربین عکاسی به دوش خود را به شکل یک جهانگرد درآورده بود، در یک پیتزا فروشی در شهر لوکسامبورگ بسته حاوی بمب را به دو همدست خود امیر سعدونی و نسیمه نعامی می سپارد. این دو تن روز 3 ژوئن در حالی که برای بمب‌گذاری عازم پاریس بودند در بروکسل دستگیر شدند و بمب ساخته شده از 500 گرم پروکسید استون و چاشنی آن در اتومبیل آنها یافته شد. دادستان برای هر یک از این دو تن امیر سعدونی 40 ساله و همسر او نسیمه نعامی 36 ساله 18 سال حبس تقاضا کرد. همدست دیگر این سه تن مهرداد عارفانی نام دارد که بر اساس تحقیقات قضایی مأمور سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. او در حوالی ساعت 19 روز 3 ژوئن در حالی که بی‌خبر از دستگیر امیر سعدونی و نسیمه نعامی رسیدن آن دو تن را انتظار می‌کشید، در یک پارکینگ در محل برگزاری گرد همایی مجاهدین دستگیر شد. وی وظیفه داشت این دو تن را برای بمب‌گذاری به همایش یاد شده هدایت کند. دادستان در کیفرخواست خود برای او 15 سال حبس تقاضا کرد. جورج هنری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت ایران که هسته مرکزی آن را سازمان مجاهدین خلق تشکیل می‌دهد، در برابر روزنامه نگاران با اشاره به قدرت مواد منفجره کشف و ضبط شده به گستردگی فاجعه در صورت انفجار اشاره کرد و آن را طرحی ناشی از تروریسم دولتی سازمان داده شده در تهران خواند. این طرح در روز دوم ژوئیه هنگامی فاش شد که حسن روحانی در یک دوره سفر به کشورهای اروپایی به سر می‌برد. برخی بر این باورند که این اقدام در مخالفت از نزدیکی او به اروپا از سوی سرویس‌های اطلاعاتی ایران تدارک دیده شده بود. با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همواره دستگیری اسدالله اسدی را غیرقانونی خوانده و آن را نقض مسئولیت دیپلماتیک وی دانسته است. وکیل مدافع بلژیکی وی نیز روز جمعه در توجیه خودداری او از حضور در دادگاه به همین استدلال متوسل شد. دادگاه پیش از این اعلام کرده بود که مسئولیت او تنها در حوزه مأموریت وی از اعتبار برخوردار است. واکنش‌های جهانی به ترور محسن فخری‌زاده، عضو ارشد سپاه پاسداران. ترور محسن فخری‌زاده، عضو ارشد سپاه پاسداران در دماوند واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های جهان برانگیخته و شخصیت‌های سیاسی در مورد پیامدهای احتمالی این حمله بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار نظر کردند. سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به خبر ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران گفت: ما خواستار خویشتنداری و پرهیز از هر گونه اقدامی هستیم که ممکن است به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل هم با اشاره به ترور فخری‌زاده نوشت: پرسش‌های بسیاری درباره شرایط آن وجود دارد. هنوز هیچ دولت یا عامل غیر دولتی مسئولیتش را بر عهده نگرفته، ولی باید به یاد داشت یک قتل هدفمند در خاک یک کشور دیگر و خارج از یک درگیری نظامی نقض حقوق بشر است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین ترور محسن فخری‌زاده را نقض منشور سازمان ملل در منع استفاده از قدرت قهریه در خارج از خاک کشور در زمان صلح خواند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در توییتی کشته شدن محسن فخری‌زاده را ترور دولتی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواند که با هدف به ویرانی کشاندن منطقه صورت گرفته است. تخت‌روانچی از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست این اقدام را محکوم کنند. به گزارش رویترز تخت‌روانچی همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت گفت شواهدی جدی از مسئولیت اسرائیل در ترور مهدی فخری‌زاده عضو ارشد سپاه پاسداران وجود دارد. تخت‌روانچی ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ویژه در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی حق خود را برای انجام اقدام‌های لازم برای دفاع از مردم و تضمین منافع خود محفوظ می‌داند. رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها فخری‌زاده را مهمترین بازیگر در تلاش‌های هسته‌ای ایران خواند و گفت حذف فخری‌زاده پیامدهای هنگفتی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران به وجود می‌آورد. او افزود حمله به فخری‌زاده قطعاً نشانه‌های یک عملیات اسرائیلی را دارد و او سال‌ها بود که در فهرست اهداف اسرائیل قرار داشت. معاون ارشد تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واکنش به ترور فخری‌زاده در توییتی نوشت: اگر یکی از رهبران ایران بودم، خودم را برای چیزهای بیشتری آماده می‌کردم. ظاهراً کسی دستشان را خوانده، اصطلاحی که شنیده‌ام این است: تسلط اطلاعاتی کامل. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت باراک اوباما ترور فخری‌زاده را اقدامی خشم برانگیز خواند که هدف از آن تضعیف دیپلماسی بین دولت آینده آمریکا و ایران است. او افزود زمانش رسیده این تنش‌های بی‌وقفه متوقف شود. این در حالی است که وکیل سابق وزارت خارجه آمریکا گفت ترور فخری‌زاده قانونی بوده، زیرا در حین مناقشه نظامی بین‌المللی صورت گرفته است. او افزود فخری‌زاده همچنین به دلیل فعالیت در رده‌های ارشد سپاه پاسداران و وزارت دفاع از سوی آمریکا تروریست شناخته می‌شود. اما همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به وقوع این ترور واکنش داشتند. کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق با صدور بیانیه عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل را مسئول ترور فخری‌زاده دانست و تاکید کرد این سه کشور هدف انتقام خواهند بود. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در مصاحبه‌ای با تلویزیون المنار گفت تصمیم گیری در مورد چگونگی واکنش به ترور محسن فخری‌زاده در اختیار ایران است. برخی ناظران معتقدند ترور فخری‌زاده سنگی است پیش پای احتمال مذاکره ایران و آمریکا. نخست وزیر سابق سوئد با اشاره به ترور فخری‌زاده در حساب توییترش نوشت بعید نیست که این قتل هدفمند بخشی از تلاش‌ها برای بازداشتن دولت بایدن از احیای دیپلماسی با جمهوری اسلامی و بازگشت به توافق هسته‌ای باشد. افزایش تنش‌های منطقه‌ای هم از دیگر نگرانی هاست. رئیس سابق سازمان سیا در توییتی نوشته ترور فخری‌زاده جنایتکارانه و به شدت غیر مسئولانه بود. این اقدام خطر اقدام تلافی جویانه مرگبار و دور جدیدی از تخاصم‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. اما سناتور جمهوری خواه در واکنش به این اظهارات برنان در توییتی نوشت عجیب است می‌بینم یکی از رئیسان سابق CIA مدام از افراطیون ایرانی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند جانبداری کرده و به طور خودجوش اسرائیل را محکوم می کند. آیا جو بایدن با او موافق است؟ کشته شدن محسن فخری‌زاده در رسانه‌های بین‌المللی هم واستاب گسترده‌ای داشته است. وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقاماتی که در دیپلماسی هسته‌ای با ایران نقش داشته اند نوشت فخری‌زاده طی دو دهه اخیر بیش از هر کس دیگری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطلاعات داشت. این گزارش افزود فخری‌زاده عملاً مدیر برنامه نظامی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و او بود که تصمیم می‌گرفت افراد چگونه استخدام شده و در چه سمت‌هایی قرار گیرند، چگونه برنامه سری بماند و چگونه این دانش و قابلیت‌ها حفظ شود. مدیر مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مؤسسه مطالعاتی میدلبری در گفتگو با وال استریت جورنال گفت ترور فخری‌زاده رویکردها را در ایران سرسختانه‌تر می‌کند و کار دولت آینده بایدن برای احیای توافق هسته‌ای بسیار مشکل‌تر خواهد شد.